بپردازیم به موضوع دیگه. خیلی از شما فیلم باربی رو دیدین یا می‌خواید بریم ببینین یا حداقل تعریفش رو شنیدین. حالا گذشته از باربی که رکورد‌ها رو شکونده، ما با پدیده تازه‌تری روبرو شدیم و اون زنانی هستن که چهره فرهنگ و هنر و سرگرمی رو بیش از پیش تغییر دادن و انقلابی در اقتصاد دنیای سرگرمی به پا کردن. باربی الان وارد سومین هفته نمایش شده و نه تنها رکورد پرفروش‌ترین فیلم ساخته یک کارگردان زن یعنی گرتا گرویک رو شکونده، بلکه یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما بوده که در مدت زمان کمی به فروش بیش از 1 میلیارد دلار در سراسر جهان رسیده. اما فقط گرتا گرویک نیست که با فروش 1 میلیارد دلاری رکوردها رو شکونده. تیلور سویفت با تور اراز در حال نزدیک شدن به فروش 1 میلیارد دلاریه که میتونه اولین تور 1 میلیارد دلاری در تاریخ بشه، طولی که خیلی ها در آمریکا از اون استقبال کردن و بازتاب وسیعی در رسانه‌های اجتماعی داشته و باعث شده صنعت هتلداری و گردشگری در شهرهایی که در اون کنسرت برگزار میشه رشد کنه. مثلا CNN گزارش داده که لس آنجلس از کنسرت تیلور سویفت 320 میلیون دلار سود برده. در سیاتل هم نزدیک 150 هزار نفر به دیدنش رفتن. نمیخوام این فرصت رو از دست بدم. از 16-17 سالگی تیلور سویفت رو دوست داشتم. وقتی آلبوم قرمزش در اومد من یه شکست عاطفی سخت خورده بودم. برای همین باش ارتباط برقرار کردم و رفتم به سالت لیک سیتی تا کنسرتش رو ببینم. حالا هم به سیاتل اومدم تا دوباره تیلور سویفت رو ببینم. سومین زنی که اقتصاد دنیای سرگرمی رو تکون داده بیانسه است که با تور رنسانسش خیلی ها مشتاق دیدن کنسرتش شدن. نیویورک تایمز نوشته ممکن حتی در پایان اکتبر که تورش تموم میشه بیش از 1 میلیارد دلار فروش داشته باشه و از این نظر یک رکورد تاریخی محسوب میشه. یه 6 ساعتی بود که تو صف بودم، ولی خب بالاخره اومدیم تو سالن کنسرت. این پاهام دیگه اصلا جون ندارن و کلی خستن، ولی منتظریم همگی که کنسرت بیانسه شروع بشه. بررسی نشون میده که کنسرت های بیانسه و تیلور سویف نقش مؤثری در رشد اقتصادی شهرهایی داشتن که کنسرت ها درشون برگزار میشه. ده ها هزار تماشاگر به اون شهرها رفتن و باعث شدن کار و کاسبی مشاغل مختلف از رستوران گرفته تا سالن های زیبایی و عکاسی و هتل سکه بشه. حتی رزرو اتاق و خونه در سایت Airbnb هم تغییر کرده و به جای مقاصد معمول و پردرفتار همیشگی، همین حالا سینسیناتی که یکی از محلهای برگزاری کنسرت تیلور سویفت در صدر جستجوی مشتریان قرار بگیره. طرفداران بیانسه به طور میانگین 1800 دلار و طرفداران سویفت 1300 دلار خرج پوشاک و آرایش رو رفتن به کنسرت کردن. فروش بلیت برای زنان که در گروه‌های چند نفره به کنسرت تیلور سویفت رفتن 400 برابر نسبت به کنسرت‌های دیگه افزایش داشته. فروش مجموع کنسرت‌های بیانسه و سویفت در مجموع 66% کل فروش 10 خواننده برتر در جهان شده، در حالی که میانگین قیمت بلیت برای خوانندگان زن 660 دلار و برای مردان 245 دلار. حالا دیگه همه دارن از تب بیانسه و سویفت حرف میزنن. همه اینا نشون میده که نقش زنان در اقتصاد دنیای سرگرمی چقدر تغییر کرده و تا چه حد بازتاب دهنده تغییرات اجتماعی. در طول یک دهه گذشته مشارکت زنان در بازار کار آمریکا از 74.5% از زنان که بین 25 تا 54 سال سن داشتن به 76.4% رسیده و این خودش یه تغییر اجتماعیه که حالا با آثاری که هنرمندان زن برای مخاطبان زن میسازن و میزان استقبال از اون خودش رو نشون میده. برآوردها نشون میده که میزان کنترل زنان در خریدها 80%. بدیهیه که بخشی از اون رو هم صرف سرگرمی و تفریح خودشون بکنن.